خداوندی که جان داد، به انسان قدرت درک و بیان داد. همین هفته که بهداشت و روان است، که بحث کودک و پیر و جوان است، بیا روح و روانی شاد سازیم، پریشانی ز غم آزاد سازیم. یا تا علم و دانش پیشه سازیم، برای دردها اندیشه سازیم. همه از استرس بیزار باشیم، علاج درد هر بیمار باشیم. بیا با سعی و با هوش و اراده، شویم همچون پزشک خانواده. به آن افسرده یک جا نشسته، که او از زنده بودن گشت خسته، به گفتارش همه دقت نماییم، تمام فکر او مثبت نماییم. نگردد ناامید و زار و دل سرد، به آغوش محبت بازگردد. حکمت و کنه خدا، روح او دهد به ما تسلی و هم شفا. او تو را برخیزاند، به عشق تازه گرداند، به امید بپوشاند، به خوشی برفزاند. حکمت و کنه خدا، روح او دهد به ما تسلی و هم شفا. او تو را برخیزاند، به عشق تازه گرداند، به امید بپوشاند، به خوشی برقصاند. درود و عرض ادب خدمت همه شما نازنینان بیننده‌ای خوب شبکه 107 پارس. یه جمعه دیگه شد و ما با یک برنامه دیگه از سیگنال مهمان خانه های شما عزیزان هستیم. خب من هم درود میفرستم خدمت شما عزیزان و دوستداران برنامه سیگنال. خیلی خوشحالیم که با یه برنامه دیگه در خدمتتون هستیم. تا انتهای برنامه لطفاً با ما همراه باشین. دقیقاً امیدوارم که حالتون خوب باشه، شاد و سلامت باشین و بیننده برنامه سیگنال، برنامه خودتون.
ما امروز با یک موضوع جالب دیگه مهمان شما عزیزان هستیم که بهداشت روانه، که فکر میکنم در شرایط امروزی خیلی بیشتر داریم بهش توجه میکنیم، در صورتی که قبلا غیر از فقط بهداشت جسم رو داشتیم ولی الان خیلی بیشتر به این موضوع داریم دقت میکنیم و خیلی تمرکزمون رفته روی این موضوع بهداشت روان. پس چقدر خوبه که امروز هم با ما همراه باشیم و صحبت‌های ما و همچنین کارشناسان برنامه رو بشنویم. همونطور که می‌دونیم تمامی رفتارها و واکنش‌هایی که در مقابل مسائل روزانه از خودمون بروز میدیم احتیاج به یه مدیریت فکری و روحی و روانی داره و برای اینکه بتونیم نه خودمون آسیب ببینیم و نه دیگران، خب ضروریه که روحیات و حالات خودمون رو در ابتدا بشناسیم. همینطوره نیلوفر جان، هر کدوم از ما ممکنه در مواجهه با ترافیک یک عکس العمل متفاوت انجام بدیم. یکی عصبی میشه، یکی استرس میگیره و یکی هم ممکنه بی‌تفاوت و کلافه باشه. دقیقاً، خیلی واکنش متفاوته. تمامی واکنش‌ها فقط در مقابل یک مسئله مشابه صورت میگیره. چرا همه این عکس العمل با هم فرق دارن؟ خب چون که آدم های متفاوتی هستن که دارن اون عکس العمل ها رو انجام میدن، روحی و حالات گوناگون دارن، شخصیت و الگوهای متفاوتی دارن. پس چون انسان ها همه یک شکل و یک نوع نیستن، خب 100% رفتار و اخلاق اونا هم با هم متفاوته. این خب خیلی خیلی طبیعیه. بعد تو دمجه نگه میداریم عزیزم و با هم میریم گزارش این هفته رو هم میبینیم و نظرات افراد گوناگون رو در خصوص موضوع برنامه میشنویم. با ما همراه باشیم. بهداشت روانی شخص مربوط به تمیز بودن افکار شخص میشه، مربوط به این که از لحاظ فکری، از لحاظ بنیادی، از لحاظ حالا هر تعریفی که بشه درون جامعه ازش کرد، به عنوان تمیز فکر کردن، درست نگاه کردن. بهداشت روانی یعنی این که بتونه خودشو تطبیق بده در اون جامعه ای که هست. زمانی که مشکلی برای ما پیش میاد از کوره در نریم و یا اینکه دست و پاچه نشیم، ندونیم باید چی کار بکنیم و بتونیم خیلی راحت تر این مشکل رو باهاش کنار بیایم، حلش بکنیم و یک روش مفید برای حل اون مشکل پیدا بکنیم. بهداشت روانی یا سلامت روانی به سلامت شناختی، رفتاری و عاطفی اشاره دارد. بهداشت روانی در مورد این است که افراد چگونه فکر میکنند، احساس میکنند و رفتار میکنند. سلامت روانی می تواند بر زندگی روزمره، روابط و سلامت فیزیکی تأثیر بگذارد. عوامل موجود در زندگی افراد، ارتباطات بین فردی و عوامل فیزیکی، همه می توانند به اختلالات سلامت روانی کمک کنند. کلام خدا به ما کمک می کنه تا ما بتونیم روان خودمون رو تمیز و پاک کنیم. با خوندن کلام، با وقت گذاشتن با روح القدس، با رفتن به کلیسا، این اتفاق برای تک تک ماها میفته. وقتی که به حضور خداوند میریم و تمام افکارمان رو به خداوند میسپاریم و از خداوند میخواییم که کمکمان کنه تو تمام افکار و حتی لحظه فکرمان طرف به چیز منفی نره، خب از لحاظ افکاری آزاد میشیم و از لحاظ روحی واقعا آزاد میشیم که یک نور، یک جورای پاکسازی وجود ما و پاکسازی ذهن و فکر ما هستش در مورد هر چیزی. بهداشت روانی خیلی خیلی تاثیرگذار میتونه باشه در نوع اخلاق و رفتار یک شخص، چه در زندگی شخصی خودش، چه در نوع ارتباطش با دیگران. به این معنی که مثلا اگر فکر سالمی داشته باشیم، روح سالمی داشته باشیم، از لحاظ روانی، از لحاظ فکری آرامش رو بتونیم برای خودمون فراهم بکنیم، به واسطه اون آرامش میتونیم زندگی خوب و بدون تنشی رو در ابتدا برای خودمون به هر مقام بیاریم و در ادامه میتونیم خب ارتباط خیلی بهتری رو با جامعه اطراف خودمون برقرار بکنیم. مراقبت از سلامت روانی میتواند توانایی فرد برای لذت بردن از زندگی را حفظ کند. انجام این کار شامل رسیدن به یک تعادل بین فعالیت‌های زندگی، مسئولیت‌ها و تلاش‌ها برای دستیابی به تاب‌آوری روانشناختی است.
شرایطی مانند استرس، افسردگی و استراب همه می توانند بهداشت روانی را تحت تأثیر قرار دهند و برنامه روتین فرد را مختل کنند. وقتی که آدم عایق پیش نره، وقتی که آدم اول از همه با یک فیلتری، با یک پری روح القدس و دعای مستمر، روزانه پر شدن از روح القدس نخواد تو جامعه کلیسایی به خصوص توی کلیسا وارد بشه، افسردگی پشت افسردگی و این احساسات آسیب خورده. کلیسا یه جایی مثل بیمارستان میمونه که اکثراً از یک سری احساسات آسیب خورده رنج میبرن و مثل یک بیمار میمونن و این بیمارستان یه دکتر اعظم داره به نام مسیح و مایی که در قبال یک پرستار میخوایم خدمت بکنیم، اگه عایق خودمون نباشیم خودمون زودتر گرفتار میشیم. بله عزیزان دل، امیدواریم که گزارش برنامه امروزمون هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یه مسائلی در زندگی میتونه کلا فکر ما رو به خودش مشغول کنه. ممکنه ایده فکر کنن که مشکلات برای همه است، یعنی واسه خودشون مشکل وجود نداره، در صورتی که مشکلات همیشه بوده و هست. ولی برخی مشکلات واقعا گریبانگیره و به سختی داری باهاش دست و پنجه نرم میکنیم و به سادگی هم قابل حل و فصل. دقیقاً همینطوره. بخش عمده جامعه ایران و افغانستان حتی و کشورهای جهان سومی تأمین معیشت و بقای فردی و جمعیه. اگه آدم ها نتونن این بخش رو که شاید خیلی ساده به نظر میرسه مرتفع کنن، ضرباتی که به اون از نظر روحی و روانی وارد میشه خیلی خیلی زیاده. واقعا همینطوره، چرا که تمام فکر و ذهنمون درگیر اون میشه که چطوری درآمد داشته باشیم که بتونیم مخارج زندگیمونو تامین کنیم. این عامل میتونه بهمون خیلی فشار بیاره، فشار، استرس، پرخاشگری، ترس، بیانگیزشی، تغییر در رفتارمون. در این قسمت با هم دیگه یه موضوعی رو در مورد کتاب مقدس میشنویم، با ما همراه باشید. میخوام راجع به بهداشت فکر و روان صحبت کنیم. وقت زیاد نیست، یه خورده میخوام یه خورده داستانم براتون بگم. بابای من موقعی که 5-6 سالش بود میگفت اون زمان توی شهر کوچیکی بغل ایستگاه راهن نکا اونجا خونه داشتن، میگفت یه روزی، البته از امریکا اومده بودن اون زمان، این صحبت 70 خورده ای سال پیشه، میگه ما 5-6 ساله بودیم، تلویزیون که نگاه نمی‌کردیم، تلویزیون نداشتیم، اصلا هیچ این چیزا رو نمی‌دونستیم. میگه یه روزی اومدن و خارجی ها اومدن و امریکایی بودن با مترجم ها اومدن و بلنگو داشتن و رفتن شروع کردن گفتن که فردا میخوایم اینجا بیایم یه چیزی بهتون نشون بدیم، همه بیایم. بابا میگه ما 5-6 ساله بود، میگه فردا رفتیم، میگه یه دفعه یک ایستگاه راهن نکا یه دیوار بلندی داشت، میگه یه دفعه رو دیوار شروع کردیم دیدیم که آدما راه میرن، از این قدیما پروژکتور داشتن بعد روی دیوار زده بودن که اینا یه فیلم ببینن. بابا میگه هممون بچه ها جیغ و داد فرار کردیم، فکر کردیم جنه که روی دیوار داره راه میره، خواهی نه ندیده بودن این چیزا رو. میگه خیلی ها فرار کردن، میگه فردا دوباره اومدن ما رو آوردن گفتن بابا این جن نیست، اینا رو داریم مثلا فیلم داریم نشون میدیم. میگه اون زمان فیلم به ما نشون داده بودن، اسمش هم بود اصل 4، صحبت 70 خورده ای سال پیشه. میگه تو فیلم نشون داده بودن که وقتی میریم دستشویی میریم یا دستمون کثیف میشه، اگر دستمون رو با صابون بشوریم چهره میکروب کشته میشه، اگر نشوریم چجوری میکروب میره تو بدن ما مریض میکنه. میگه بابا میگه اون زمان ما متوجه شدیم که چرا باید بهداشت داشته باشیم، چون خیلی اون زمان داشتن میمردن. این صحبت 70 خورده 80 سال پیشه. پس یکی اومد بهشون یاد داد که بابا بهداشت خوبه، بهداشت. ما ایرانی ها قربونش بدم، من که اومده بودم ایران، امریکا روزی 7 بار دستم میشستم، حالا 7 بار چه، شاید 70 بار. میگفت بابا چه دستتو میشوری؟ میگم بابا اینجا سگ هست، اونجا این هست، هی با دستمون رو بشوریم. به ما یاد دادن که بهداشت داشته باشیم. خب حالا بهداشت روحی چی؟ بهداشت روانی چی؟ بهداشت فکری چی؟ و بهداشت قلبی چی؟ این بهداشت چی؟ زبون من. این بهداشت چی؟ گوش من.
بهداشت روانی چی؟ روابط تو بهداشت باشه یعنی تمیز باشه چی؟ خب اینا رو گفتم خودتون استادین متوجه میشین پس من دارم چی میگم؟ برای خودم هم دارم میگم الان داریم برای بهداشت چی صحبت میکنیم؟ بهداشت فکر و روان اینجا نوشتم فکر و روان بهداشت داشته باشه خب من اگر بهداشت نداشته باشم خب مریضیم یا عدم بهداشت مریضی میاره عدم بهداشت فکر و روانم خب مریضی میاره دیگه حالا من یه مثال میزنم چجوری میتونم بهداشت فکر و روان داشته باشم فکرم تقریبا یه خورده زلالتر از دیروز باشه انقدر گلالود نباشه انقدر میکروب نباشه میکروب چی؟ یعنی دروغ که تو آدم نمیشی از قدیم به ما میگفتم ما به خودمون میگیم تو هیچ وقت آدم نمیشی دروغ خجالت بکش خب وقتی من به یکی دیگه میگم خجالت بکش بدونین هزار بار به خودم گفتم خجالت بکش خب اینا میشه عدم بهداشت روانی برای خودم تو هیچ وقت آدم نمیشی خجالت بکش به اونا نگاه کن که چجوری زندگی درست کردن تو خودت بی ارزه‌ای خب پس این شد چی؟ عدم بهداشت روانی من به خودم هی بد بیرا میگم هی این آب رو گلالود میکنم خب من اگر این کار رو برای خودم بکنم خب برای دیگرانم این کار رو میکنم اگه جلو چششون نگم تو فکرم میگم ببین با آدم بی خودیه اصلا این طرف آدم نیست آدم بشو نیست خب اینا رو وقتی من به یکی دیگه میگم از این فکر گلالود خودمه دیگه بابام میگفت اون زمان خب میرفتیم مثلا آب رودخونه رو مثلا میخوردیم میگفتش که آب لوله کشی نداشتیم خب میخوری خب مریض میشی دیگه و این آب باید زلالتر بشه نمیگم کلن زلال میشه امروز هر روز تجربه من این بود که وقتی عیسی مسیح حالا یکی میگه الان ببین مسیح رو چسبونده بود من از تجربه خودم دارم میگم میاد هم به این بهداشت میده ذره ذره هم به این بهداشت میده اولم از خودت شروع میکنه از خود ما شروع میکنه میگه بابا خودت رو دوست داشته باش با خودت مهربون باش به خودت بد و بیرا نگو این فکر خودت رو به من بده که بهش آرامش بدم آرامش چجوری میاد بهداشت میاره تو این فکر ما ولی من همیشه میگم تو قلبمون قیدی هم صحبت نکردیم مثال نزدیم ولی من میدونم ایرانی ها زرنگن میدونم من دارم چی میگم خودتون این رو بگیرین با خودتون صحبت بکنین بگه خدایی که دنیا رو آفریدی بهداشت بده به این و به این به اینم بده خدا نگهدارشون سپاسگزاریم از کشیش کامران عزیز و بابت صحبت‌های بسیار بسیار پربرکتشون و اما موضوع برنامه هم که همون بهداشت روان هست یکی از چالش‌هایی که در افغانستان الان هستش مسئله کسب سواد دختر است جایی که حکومت تمایلی به دسترسی حالا و آگاهی دختران و زنان در جامعه نداره در ایران هم این مقوله به شکل دیگه در حال انجامه که اینجا جوانان در حال یادگیری درس هستن اما خب متاسفانه مدرسه داخل مدرسهشون مسمومیت رو تجربه میکنن ولی با امید به آینده ضعیفی که دارن ادامه میدن خواه نخواه فکر به سراغ اونا میاد و راهکاری برای حل اون پیدا نمیکنن احساس ناخوشایند برای امید به آینده و نبود رفاه عمومی ممکنه اونا رو به سمت بیمیلی به ادامه تحصیل، اعتیاد، خودکشی، مهاجرت و فرار از ایران ترغیب کنه. که دقیقا همینطوره که مخصوصا در این میشه گفت یک سال اخیر چقدر هم بیشتر شده متاسفانه. چالش های خانوادگی، عدم یادگیری مهارت های لازم برای مواجه شدن با چنین مسائلی و حتی نیازهایی که بیشتر اونا رفع نشده و حتی امیدی برای رفع اون وجود نداره روح و روان فرد رو به هم میرزه و کاملا هم طبیعیه و نداشتن این عزت نفس و اعتماد به نفس وضعیت رو بدتر و بدتر هم خواهد کرد که این شرایط واسه خیلی از ماها پیش بیاد و احتیاج داشته باشیم که با مشاور و روانشناس صحبت کنیم پس الان وقتش هست که بریم با دکتر پریسا عزیز صحبت کنیم و موضوع رو از نظر روانشناسی هم بررسی کنیم
درود بر شما دکتر پریسای عزیز و نازنین، خیلی خوشحالیم که با ما همراه هستیم با یک موضوع فوق‌العاده روانشناسی بهداشت روان. صحبت‌های شما رو میشنویم. درود بر شما نیلوفر عزیزم، میترای نازنین و تمام بینندگان عزیز در منزل. بسیار خوشحالم که موضوع بسیار مهمی که باید خیلی بیشتر بهش اهمیت بدیم رو در واقع توی این برنامه قرار در موردش صحبت بکنیم. قبل از اینکه این موضوع رو نیلوفر عزیزم شروع بکنیم، دوست دارم که سوالی که حداقل توی ذهن خود من پیش اومد زمانی که به موضوع برنامه دقت می‌کردم، این که شاید خیلی از عزیزانی که مخصوصا عزیزانی که توی ایران هستن از خودشون بپرسن که خب اصلا ما توی ایران میتونیم بهداشت روان داشته باشیم یا نه، یا شرایطی که پیش اومده چقدر مسیر رو برای ما سخت میکنه. ولی در واقع نیلوفر عزیزم، در ابتدای بحث بهداشت روان دوست دارم یک نکته رو اینجا روشن بکنم که بهداشت روان فکر نکنید که یک اتفاقیه که از دوران کودکی برای شما میفته. چیزیست که ما باید اون رو یاد بگیریم و هر روزه اون رو تمرین بکنیم. دقیقا مثل اینه که شما هر روز صبح بیدار میشید، دوش میگیرید، صورت خودتون رو میشورید، مسواک میزنید و خیلی کارهایی برای بهداشت بدنتون انجام میدید. به طور مثال شاید شما زمانی رو برای ورزش کردن بگذرونید، غذای مناسب بخورید، یعنی این که برای شما این فیزیک و این بدنی که دارید مهمه. پس تمام تلاشتون رو میکنید که بهداشت رو از لحاظ جسمی برای خودتون تأمین بکنید و برای اون وقت میذارید، برای اون هزینه میذارید و برای اون هر روزه تلاش میکنید. اینجوری نیست که بگید که من 6 ماه ورزش کردم دیگه کافیه برای rest of my life یا بقیه زندگی من. پس برای بهداشت روان هم ما باید هر روزه قدم برداریم و تمام کسانی که در ایران هستن با توجه به شرایط سخت اولین چیزی رو که باید بپذیرن که ما به عنوان فرد مسئول سلامت روان و بهداشت روان خودمون هستیم. به طور مثال اگر شما فکر میکنید که باید یک دولتی بیاد و شرایط بهداشت روان رو برای شما فراهم بکنه، این رو در اشتباه هستید. چون از نظر من هیچ کسی، هیچ جای دنیا، هیچ کسی نمیاد از شما بپرسه که حال روانی شما خوب هست یا نه. پس شما باید مسئولیت این رو بپذیرید که مسئول بهداشت روان خودتون هستید. اگر بخوام یک مثال قشنگتر بزنم، تصور بکنید که یک کسی توی یک پیاده رو دراز کشیده و هر عابر پیاده‌ای که رد میشه میاد و یک لغتی بهش میزنه و توی تمام اون زمانی که دراز کشیده با خودش میگه چقدر آدم ها بدن، چقدر این عابرها انسانیت ندارن، چقدر هیچ کس من رو نمیبینه. به جای اینکه تکونی به خودش بده و بلند شه و دیگه اونجا توی پیاده رو دراز نکشه. پس در واقع برای داشتن بهداشت روان ما اولین چیزی که باید بپذیریم که خودمون مسئول تأمین بهداشت روان و سلامت روان خودمون هست. حالا اصلا چه کار بکنیم که سلامت روان بهتری رو تجربه بکنیم؟ در واقع سلامت روان شامل شده از یک سری رفتارها، یک سری احساسها، احساس رضایتمندی که ما میتونیم از شرایط زندگیمون داشته باشیم. نه به معنای اینکه نیلوفر عزیزم همه چیز خوبه، شرایط خوبه. به نظر من بهداشت روان یعنی اینکه با توجه به اینکه اتفاقا سختی هایی هست، همچنان من تمام تلاش خودم رو میکنم که تجربه زیباتری از زندگی داشته باشم. من به این نکته باید اشاره بکنم که فکر نکنیم که وقتی که در مورد بهداشت روان صحبت میکنیم، وقتی در مورد در واقع جلسات مشاوره همونجور که شما گفتید صحبت میکنیم، به این معنی نیست که فرد تجربه های سخت و تلخ نخواهد داشت. به این معناست که فرد تلاش میکنه و یاد میگیره که موقعیت های چالش برانگیز زندگی رو چطور مدیریت. حالا یه سری تمرین، خیلی تمرین های ساده دوست دارم به همه عزیزان بدم که باعث بشه که در واقع بهداشت روانشون خیلی بیشتر بشه. یکی از اون تمرین ها اینه که من یاد بگیرم که میتونم احساسات متفاوتی داشته باشم و یادم باشه که وقتی که این احساسات بروز میکنه به این معنا نیست که من انسان بدی هستم. پس مشاهده کردن احساسات و جدا کردن اون از شخصیت خودمون میتونه به بهداشت روان ما کمک کنه. یکی از تمرینایی که باید هر روز انجام بدیم اینه که به خودمون مرخصی روزانه بدیم، حتی 5 دقیقه، حتی 10 دقیقه.
یعنی به خودمون اجازه بدیم 10 دقیقه آروم باشیم، تلفن همراهمون رو بذاریم کنار، از انسانهای سمی فاصله بگیریم، به خودمون و آرامشمون کمک بکنیم و تمرین های ساده انجام بدیم. به طور مثال عضلات بدنمون رو ریلکس بکنیم. این تمرین به شدت به ما کمک میکنه که بهداشت روانی درست تری رو تجربه بکنیم. در بین این تمرین ها نیلوفر عزیزم، دوست دارم اشاره بکنم که از تغییر نباید ترسید. اصولا ما آدم ها از تغییر میترسیم. حتی همین الان تمام عزیزانی که توی ایران هستن شاید از تغییر میترسن، ولی یادمون باشه که برای ورود به یک زندگی سالم گاهن باید تجربه های تلخی داشت، گاهن باید فشارها رو گذر کرد، مثل مادری که داره در واقع به زمان به دنیا آوردن فرزندش نزدیک میشه، درد زیادی رو تحمل میکنه. پس نترسیم از ایجاد ترس. یکی دیگه از تمرین هایی که من خودم به شخص خیلی خیلی بهش باور دارم و اتفاقا با عزیزی که قبل از برنامه سیگنال جلسه داشتیم در مورد مدیریت صحبت میکردیم، این بود که ما چطور یاد بگیریم احساسات خودمون رو مدیریت کنیم، چطور یاد بگیریم زمان خودمون رو مدیریت کنیم و اون رو با تمرین های کوچیک شروع بکنیم. وقتی ما در مورد مدیریت زمان صحبت میکنیم، یعنی اینکه یاد بگیریم به جای اینکه حمام کردن ما 10 دقیقه طول بکشه، آیا میتونه 5 دقیقه طول بکشه که ما زمان بیشتری رو برای خودمون داشته باشیم؟ آیا ما میتونیم زمانی که عصبانی هستیم احساساتمون رو مدیریت کنیم و به جای اینکه سر اطرافیانمون داد بزنیم، محل رو ترک بکنیم، 10 دقیقه ساکت باشیم، آرامش پیدا کنیم و بعد برگردیم؟ کسی که سلامت روان میخواد داشته باشه باید تمرین مدیریت بکنه. مدیریت احساسات، مدیریت زمان، مدیریت فری و حتی من باور دارم که اگر یاد بگیریم که مدیریت اجتماعی داشته باشیم میتونه به سلامت روانمون کمک کنه. یکی دیگه از نکته هایی که دوست دارم اینجا اشاره بکنم اینه که ارتباط خودمون رو باید با خودمون صمیمی‌تر و درست بکنیم و یادمون باشه گاهن پیش میاد که ما مجبوریم برای داشتن یک بهداشت روانی درست از آدم‌هایی که بهداشت روانی ما رو به خطر میندازن دوری کنیم. چند روز پیش با عزیزی صحبت می‌کردم و بهش یک جمله‌ای گفتم که خودم به شخص خیلی بهش علاقه دارم، که اونقدر که ما به ارتباط‌های خونی و ارتباط‌های دوستی اهمیت میدیم، به بهداشت روان خودمون اهمیت نمیدیم. یادمون باشه که هیچ چیزی و هیچ کسی توی این دنیا اونقدر ارزشمند نیست که بهداشت روان ما رو در واقع به خطر بندازه و ما اون رو قربانی بکنیم. و در نهایت در ختم کلام این که یادتون باشه برای داشتن بهداشت روان باید زندگی اجتماعی و زندگی فردیتون رو تعادل ببخشید و برای اون باید تلاش بکنید. فکر نکنید که فقط با تصمیم گیری ساده سراغ شما میاد. هر روز تمرین کنیم، مهارت یاد بگیریم و یادمون باشه که به جای غر زدن و گلایه کردن، مهارت هایی که به ما کمک میکنه که بهتر زندگی کنیم رو روزانه یاد بگیریم. و امیدوارم که نیلوفر عزیزم همه دنیا، همه مردم دنیا در واقع یاد بگیرن که هیچ چیزی ارزشمندتر از بهداشت روان و سلامت روان. سپاسگزارم دکتر فریسه عزیز وقت صحبت های بسیار بسیار آموزندتون. پس از این علاوه بر ورزش جسمی ورزش روحی را اضافه میکنیم. ممنون و سپاسگزاریم. تا هفته دیگه، بدرود. پاینده باشید، لبتون خندون. مرسی از دکتر پریسا. مثل همیشه بیشترین نیاز تعیین کننده نوع رفتارمونه. هر کدوم از ما انسان ها سلسله مراتبی از نیازهامون رو همواره داشتیم و داریم و اون نیازی که در لحظه برامون خیلی پررنگ تره رفتارمون رو شکل میده. دقیقا همینطوره. مردم ایران در حال حاضر همونطور که دکتر پریسا هم گفت آزادی از دست حکومت رو بیشتر نیاز خودشون میدونن و براشون طبیعیه که هر رفتاری رو نشون میدن حول محوریت رفتن این حکومت باشه. دقیقا نیلوفر جان. جامعه رفتاری رو از خودش بروز میده که از نیازهاش برخواسته. نیازهای اونا ممکنه خیلی زیاد و گوناگون باشه. اونا تشخیص دادن برای رسیدن به نیازهاشون تنها راش رفتن حکومت جمهوری اسلامیه. دقیقا این واکنش یه واکنش حال فکری و رفتاریه و برای مواجه شدن با مسائلی که سد راه اونا شده، برای اینکه این سد رو کنار بزنن باید ترس ها و استرس ها رو کنار میذارن و بعد به مبارزه رو میارن. حالا در حین این مبارزه هم
باید اخبار هم گوش بدن که بتونن از اخبار روز ایران و جهان هم آگاه باشن. پس ما هم الان میریم با حمید عزیز و از اخبار هفته گذشته آگاه میشیم. با ما همراه باشیم. درود به همه شما بینندگان خوب برنامه سیگنال، امیدوارم که حالتون خوب باشه، لبتون خندون باشه و دلتون شاد باشه. با بخش خبر با ما همراه باشید. موساد هویت عامل ایرانی طرح ترور یهودی‌ها در قبرس را فاش کرد. اسرائیل روز پنجشنبه 8 تیر ماه اعلام کرد که ماموران سازمان جاسوسی این کشور موساد در ایران دست به یک عملیات زدند تا رهبر مظنون به هدایت توطئه ایران برای حمله به اسرائیلی‌ها و یهودیان در قبرس را دستگیر کنند. اسرائیل دیروز فیلمی از یوسف شهبازی عباس‌علیلو، مردی که به عنوان رئیس هسته عملیات ایرانی معرفی شد، منتشر کرد. این شخص مقابل دوربین می‌گوید که سلاح و دستور عمل‌های لازم را از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دریافت کرده است. اسلامگرایان طالبان تمام آرایشگاه‌های زنانه افغانستان را تعطیل کردند. حکومت طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد که دستور بسته شدن سالن‌های زیبایی را ظرف یک ماه آینده در افغانستان صادر کرد، اقدامی که هدف آن دور نگه داشتن زنان از زندگی عمومی ارزیابی می‌شود. گروه اسلامی طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اوت 2021 زنان را از رفتن به مدارس متوسطه، دانشگاه‌ها و ادارات دولتی محروم کرده است. آنها همچنین به طور گسترده‌ای زنان را از همکاری با سازمان ملل و سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی منع کردند. تداوم پلمپ واحدهای صنفی در ایران برای تحمیل حجاب اجباری. در ادامه فشار جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان و دختران ایرانی، طی روزهای گذشته تعداد دیگری از کسب و کارها و اماکن صنفی به بهانه بی‌حجابی در شهرهای مختلف کشور پلمب شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی، تعدادی از کافه‌ها و اماکن صنفی در شهرهای مختلف از جمله رشت، تهران، اسلامشهر، مشهد، اشتهارد، پرند، بندرعباس و مطلقو پلمب شدند. کشف هزاران کیلو گوشت فاسد در یک فروشگاه محصولات حلال. با وجود اینکه بخش بزرگی از محصولات گوشتی این فروشگاه عرضه محصولات حلال فاسد بود، اما صاحب آن قصد فروش آنها را به مشتریان اغلب مسلمانش داشته است. هدف هفته گذشته کارمندان واحد نظارت بر بهداشت و محیط زیست شهر مالمو پس از تماس پلیس در یک بازرسی از پیش اعلام نشده از قصابی و فروشگاه مواد غذایی حلال کونیا چارکوتری در مرکز این شهر بیش از 3000 گرم گوشت و دیگر مواد غذایی فاسد کشف کردند که برای فروش به شهروندان انبار شده بود. حکومت باید نگران کسادی مساجد باشد. یک فعال فرهنگی در تهران میگوید برای مردم مسجد دیگر مقدس نیست، به ویژه نسل جوان. آنها وقتی میبینند کارکرد مسجد بیشتر از معنویات، محل تجمع اوباش بسیج و پادگان برای نگهداری اسلحه و ادوات سرکوب شده است، اگر اعتقاد هم داشته باشند از آن دور میشوند. شکاف میان مردم و حکومت، به ویژه پس از خیزش انقلابی در ایران از اواخر شهریور 1401 عمیق شده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از افراد مذهبی از فرط نفرت نسبت به حکومت دینی حتی از دین زده شدند. اساس اسلام را هم به چالش می‌کشند. مسجد امام علی یک سازمان اسلامگرای افراطی است. بر اساس رأی اعلام شده از سوی دادگاه اداری هامبورگ که روز جمعه 9 تیر ماه صادر شد، طبقه بندی فعالیت‌های مرکز اسلامی این شهر که به عنوان مسجد آبی هم شناخته شده در طبقه بندی سازمان‌های اسلامگرای افراطی تایید شد. مرکز اسلامی هامبورگ از مهمترین و قدیمی‌ترین مؤسسات اسلامی شیعه در آلمان است. پیش از این اداره امنیت داخلی هامبورگ اعلام کرده بود و اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد این مرکز که در ظاهر تنها یک مکان فعال در امور فرهنگی معرفی می‌شود، یکی از مراکز مستقیم برای فعالیت‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران در آلمان است. همچنین اعلام شد که مرکز اسلامی هامبورگ با گروه حزب‌الله همکاری و ارتباط مستقیم دارد.
بخش خبر هم در اینجا به پایان رسید. با بچه‌ها در استودیو همراه خواهیم. بله دوستان، تشکر میکنیم از حمید عزیز برای بخش خبرمون. همونطور که احتیاج داریم بهداشت سلامت جسمیمون رو رعایت کنیم تا بیمار نشیم، طبیعیه که بهداشت فکری رو هم میبایست رعایت کنیم تا روح و روان سالمی داشته باشیم. دقیقاً توی من گفتم ورزش روحی داشته باشیم، مهارت‌های لازم رو یاد بگیریم که وقتی با مسائل چالشی مواجه شدیم از بین نریم و ضربات و آسیب‌های جدی به روح و روانمون وارد نشه، بتونیم خودمون رو از اون بگذرونیم و بریم به سمت موفقیت، رد بشیم. بله، آموزش چنین روحیه‌ای با خانواده است. البته یادگیری بیشتر رو بهتر تمرین کنیم و در معرض مسائل مختلف قرار بگیریم و خودمون رو بسنجیم که آیا چنین مهارت‌هایی رو یاد گرفتیم یا نه. دقیقاً، برای اینکه روان و فکرمون رو سالم نگه داریم یه سری کارا رو بهتر انجام بدیم. از جمله اینکه خودمون رو بهتر بشناسیم، دکتر فیصل به خوبی اشاره کرد، نقاط قوت و ضعفمون رو تشخیص بدیم و روی کاستیامون هم کار کنیم تا بتونیم نقاط ضعفمون رو پیدا کنیم. دقیقاً همینطور نیلوفر جان. حالا ممکنه این سوالم پیش بیاد که چگونه روی این نقاط کار کنیم. فرض کنیم بخشی از فکر ما درگیر حسادت با دیگرانه. اولین کاری که میتونیم در این زمینه انجام بدیم اینه که از مقایسه کردن خودمون با دیگران در واقع دوری کنیم. دقیقاً، مقایسه کردن چقدر ضرر میزنه به خودمون، واقعا به روحیه‌مون. ما با دیگران فرق میکنیم چون روحیه، عاطفه، احساسات، خلاقیت، استعدادهای ما با اونا یکی نیستن. پس وقتی نقاط مشابهی با هم نداریم، خب طبیعیه که توانایی‌های هر کدوم متفاوت باشه. یه کاری که اونا میتونن انجام بدن شاید ما نتونیم انجام بدیم، یا یه کاری که ما توانایی داریم انجام بدیم رو کسی دیگه نتونه انجام بده. پس چه کسی برتری داره؟ قطعا هیچ کدوممون. ما با دیگری متفاوتیم. همین، تمام شد. خب عزیزم، با هم بریم در این بخش سرود پرستشی رو هم بشنویم. البته میگن که کاراکتر، شخصیت هفته رو با حمید عزیز هستیم. بعد برمیگردیم همراه شما عزیزان خواهیم بود. مجدد با بخش شخصیت‌های انقلابی این هفته با ما همراه باشید. شخصیت انقلابی این هفته هایله سلاسی. هایله سلاسی نایب السلطنه اتیوپی از سال 1916 تا 1930 و امپراتور اتیوپی از سال 1930 تا 1974 بود. هایله سلاسی با عناوین بسیاری از شیر جدای قبیله و امپراتور ملت برای مردمش شناخته می‌شد. او شخصیتی تأثیرگذار در قرن بیستم بود که نماد استقلال جدید آفریقا از استعمار بود. سلاسی در 23 ژوئیه 1892 در اجرساگورو امپراتوری اتیوپی به دنیا آمد. نام کودکی او لیچ تافاری مکونن بود. در هنگام غسل تعمید نوزاد نام هایله سلاسی را نیز به او دادند. این نام را در سال 1930 زمانی که امپراتور شد به عنوان نام رسمی خود انتخاب کرد. هایله سلاسی به عنوان قدرت تسلیس ترجمه می شود و او به عنوان پادشاه پادشاهان نیز شناخته می شود. او به سراسر اروپا سفر کرد و با سران کشورهای اروپایی دیدار می کرد. این امر به دلیل هدایای رنگارنگ و عجیب و غریب او از جمله شیرها و اعتماد به نفس او به استقلال کشورش علاقه زیادی به رسانه‌ها ایجاد کرد. در سال 1928 سلاسی به عنوان پادشاه تاجگذاری کرد و در سال 1930 عنوان پادشاه پادشاهان اتیوپی به او داده شد. مدت کوتاهی پس از آن در سال 1931 او اولین قانون اساسی مکتوب اتیوپی و مقرراتی را برای قوانین دو مجلسی معرفی کرد.
این قانون توسعه تدریجی دموکراسی را در کشور پیش بینی کرد. حساس ترین لحظه او زمانی بود که ارتش بسیار مجهز ایتالیایی موسولینی در سال 1935 به اتیوپی حمله کرد. با توجه به قدرت فوق‌العاده ارتش ایتالیا، اتیوپی ها مقاومت سختی نشان دادند و ایتالیایی ها را برای مدت طولانی تر از حد انتظار عقب نگه داشتند. ایتالیایی ها همچنین با استفاده از سلاح های شیمیایی که طبق معاهده بین‌المللی ممنوع بود متوسل شدند. با این وجود، علی‌رغم مقاومت شدید، پادشاه شکست خورد و در نهایت مجبور شد کشور را ترک کند و در 2 می 1936 به فرانسه برود. سلاسی و اعضای جامعه ملل چنین خطاب کرد: به جز پادشاهی خداوند، هیچ قومی بر روی این زمین وجود ندارد که برتر از دیگری باشد. اگر این اتفاق افتاد که یک دولت قوی متوجه شد که ممکن است با مسئولیت از مجازات مردم ضعیف را نابود کند، آنگاه وقت آن است که آن مردم ضعیف به سازمان ملل متوسل شوند تا با آزادی قضاوت شوند. خدا و تاریخ قضاوت شما را به یاد خواهند آورد. در ماه می 1941 او مردم خود را در آدیس آبابا به استقبال پرشور خود خطاب کرد: امروز روزی است که دشمن خود را شکست دادیم. بنابراین هنگامی که میگوییم بیایید با قلب خود شاد باشیم، شادی ما به هیچ وجه جز در روح مسیح نباشد. بدی را به بدی پس ندهید. در ظلم هایی که دشمن به شیوه معمول خود انجام میدهد، حتی تا آخرین لحظه دوچار نشوید. هایل سلاسی تنها دولت مردی بود که هم در جامعه ملل و هم در سازمان ملل سخنرانی کرد. سلاسی به دنبال حفظ روابط دوستانه با غرب و در عین حال حمایت از استقلال آفریقا بود. در جبهه داخلی او سعی کرد اصلاحات مالیاتی و ارزی مترقی را به اجرا بگذارد، اما به دلیل مقاومت طبقات مالک زمین و کلیسای محافظه‌کار غالبا نتوانست این اقدامات را تصویب کند. یک سال بعد در 27 آگست 1975 سلاسی بر اثر نارسایی قلبی درگذشت. برخی دیگر معتقدند که او توسط حکومت نظامی جدید ترور شده است. سلاسی در سال 1936 به عنوان مرد سال انتخاب شد و در طول زندگی خود جوایز متعددی دریافت کرد. امیدواریم که از شخصیت این هفته هم لذت برده باشین. با هم یک سرود پرسشی میبینیم و بعد برمیگردیم با بچه ها در استودیو خواهیم بود. سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، چون مطمئنم امروز باز یکی از اون روزهاست که خداوند به طور خاص میخواد من و تو رو ملاقات بکنه. این زمان ملاقات با اوست. شاید این پرستش ها برای خیلی از ماها مثل زدن بنزین میمونه، شاید مثل زمانی میمونه که شارژ گوشی هامون تموم میشه. من دعا میکنم با تمام وجود و با تمام قلب، چه برای خودم و چه برای تویی که داری الان نگاه میکنی، که اگر شارژت تموم شده، اگر ضربان قلبت مثل شارژ گوشیت بخوایم تصور بکنیم داره کم 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 و کم میشه، این پرستش بتونه دوباره ضربان قلب تو رو به نرمال، به تپش قلب آسمان شبیه بسازه. دعا میکنم که هر کدوم از ما بتونیم تپش قلب آسمان رو بشنویم، آسمانی که تخت سلطنت خدای ماست. آیا حاضری امروز از طریقها و از راههای خودت برگردی و به عیسی لبیک بگی؟ او امروز من و تو رو به باقی میخونه مثل عاشق، چون میخواد به من و تو بگه تو به تمامی بی عیبی، در تو هیچ نقصی نیست، تو زیبایی. امروز از تاریخ‌های خودمون برگردیم، از افکار و نقشه‌های خودمون برگردیم، از چند راهی‌های خودمون برگردیم. خداوند امروز ما را از شلوغی‌ها می‌خواد بخونه به خلوت، به جایی که خودش در باغ ایستاده و او خودش باغبانه.
باغبان عاشقی که از تک تک گلهاش به زیبایی داره محافظت میکنه. امروز من و تو نیز یکی از گلهای این باغ زیبا و بزرگ هستیم. آیا حاضری که به این باغ وارد بشی؟ با خدای خودت در خلوت، دور از شلوغی ها و صداها و هیاهوها، بگی ای خداوند به تو لبیک میگم. مرا ملاقات کن، تپش قلبم رو تنظیم کن، نفسهایم رو تنظیم کن، زندگیم رو تنظیم کن. نیاز دارم که تو شارژم کنی. میدانم دوست داری ستایش هایم را، میدانم کامل بینی پرستش های پرنقصم را، میدانم دوست داری ستایش هایم را، میدانم کامل بینی پرستش های پرنقصم را. چون دادی جانت بهر من در جلجتا، با خونت شستی شرم و ترسای من را، چون دادی جانت بهر من در جلجتا، با خونت شستی شرم و ترسای من را. در کوه جلجتا با خونی پر بها، غزلی از غزلهایت برم نوشتی. در کوه جلجتا با خونی پر بها، غزلی از غزلهایت برم نوشتی. بر کوه جلجتا با خونی پر بها، غزلی از غزلهایت برم نوشتی. با سپاس از خواهر اوژنی عزیز که مدت ها بود نیلوفر جان با ما همراه نبودن، چقدر خوشحال شدیم دوباره شنو دیدیم. همراه خودمون داریم. بیشترین تلاش انسان برای ایجاد حس رضایته. حس رضایت با شادی ایجاد میشه. کشورهای پیشرفته دنیا برای اینکه مردمشون شاد باشن کلی برنامه‌های مختلف در نظر میگیرن، هزینه میکنن که جامعه شادی داشته باشن. در ایران دانشگاه میزنن که چطور مردم رو به گریه بندازن. متاسفانه بله، شرایط یکم توی ایران خب متفاوت تر هستش، ولی همونطور که دکتر پریسا عزیز گفت درست شرایط سختی داریم، ولی این ما هستیم که باید روانمون رو بسازیم، ما هستیم که بهداشت روانمون توجه کنیم. مثالشون هم خیلی مثال جالبی واسه خود من به شخص، خیلی
باز شد این مسئله بهداشت روان که گفتش که اون شخصی که توی پیاده رو، حالا عزیزان گوش دادن شما هم میدونید که گفت نباید توی پیاده رو باشه، چرا توی پیاده رو دراز بکشه، ولی در صورتی که میتونه پاشه تا کسی بهش لگد نزنه. ما هم این خود ما هستیم که باید به فکر خودمون باشیم و نذاریم که کسی روح و روانمون رو آسیب، اوکی شاید از جانب از میشه گفت اون جسممون آسیب میبینه بعضن توی ایران به دلیل مشکلات، ولی این خود ما هستیم که میتونیم کمک کنیم که حداقل روحمون آسیب نبینه و روانه سالمی داشته باشیم. افراد شادی رو از منابع مختلف، حالا شادی رو از منابع مختلف کسب میکنم، رقص، آواز و موسیقی، هنر، تفریح، بودن در طبیعت، متفاوت هستیم دیگه، بودن در حضور خدا، مسافرت، مهمونی و جشن گرفتن، بعضی مدیتیشن، راه‌های زیاد دیگه ای که میتونه شادی رو ایجاد کنه و واسه هر شخصی متفاوته. دقیقا مدیتیشن به نظرم بهترین راه سلامت روانه. اینها تا زمانی که من و شما در اون حالت باشیم میتونیم شادی رو با رضایتمندی درونی رو کسب کنیم، ولی از اون حالت خارج بشیم ممکنه دیگه حالمون مثل اول خوب نباشه، پس این حس رضایتمندی قطع و وصل میشه و ما رو بالا و پایین میکنه. دقیقا اگر اجازه دادیم که ثمرات روح خدا در ما شکل بگیره و سکان روان و فکرمون رو به دستان اون سپردیم، ما در هر شرایطی حس رضایتمندی درون رو خواهیم داشت، چرا که قدرت روح خدا بزرگتر از همه مسائل و مشکلاتمونه. چنین اعتمادی ما رو همواره شاد و خرسند نگه می‌داره، حتی اگه به ظاهر در سختی باشید. دقیقاً عزیزم، کسی که با روح خدا مانوس میشه در هر شرایطی که قرار بگیره اون شرایط براش رضایتمندی و خوشنودی به همراه میاره، چرا که میدونه همواره خدا با اونه، در چاه شیران، در آتش، در جنگل، در بیابان، در بیماری، در سختی آزمایش ها روح و خداوند یار و یاورشه. اینا ثمرات روح القدس هستن که ما رو تجهیز میکنه در مقابل ناملایمات همچنان ملایم باشیم. توی رساله غلاطیان فصل 5 آیات 22 و 23 هم چنین میگه: اما ثمره روح محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است. هیچ شریعتی مخالف اینها نیست. با داشتن روح خدا بهداشت روانی و فکرمون به این شکل به دست میاد. ما شبیه به خدا آفریده شدیم، پس مثل او هم رفتار کنیم. چقدر عالی. این قدرت از طرف اون به ما داده میشه. تضادها به خاطر درک بیشتر ماست. ثمرات نفس و ثمرات روح رو با هم داریم و میشناسیم، ولی ترجیحاً ما انجام دادن کدام ما ترجیح میدیم کدوم دسته باشیم. حق انتخاب با انسانه، همانطور که در باغ عدن خدا این اجازه رو داد. ثمرات و برکات او هم در زندگی حاصل خودمون میشه. دقیقاً. آمین. آمین که همینطور خواهد. با هم بریم عزیزان کلیپ دعای بسیار دور از اشعیا هست رو با هم میبینیم و بعد برمیگردیم پیام های شما عزیزان رو میخونیم. خداوند می فرماید: افکار من افکار شما نیست و راه‌های من راه‌های شما، زیرا چنانچه آسمان از زمین بلندتر است، راه‌های من نیز از راه‌های شما و افکار من از افکار شما بلندتر است. چنانچه باران و برف از آسمان می بارد و دیگر بدان جا باز نمی گردند، بلکه زمین را سیراب کرده آن را بارور و برومند می سازد و برزگر را بذر و خورنده را نان می بخشد، همچنان خواهد بود کلام من که از دهانم صادر می شود، بی ثمر نزد من باز نخواهد گشت، بلکه آنچه را خواستم به جا خواهد آورد و در آنچه آن را به انجامش فرستادم کامران خواهد شد. زیرا شما با شادمانی بیرون خواهید رفت و به سلامتی هدایت خواهید شد. کوها و تپه ها پیش روی شما بانگ شادی سر خواهند داد و همه درختان صحرا دستک خواهند زد. به جای خار سرو خواهد روید و به جای خس آس، و این آوازی برای خداوند خواهد بود و آیتی جاودان که هرگز از میان نخواهد رفت. بله دوستان، برگشتیم و همراه هستیم با پیام های شما عزیزان. بانوی البرز گفتن که درودها بر شما بر جمعه،
جمعه جان سلام، سیگنال جان سلام، سلام بر شما بیننده‌های عزیز، مخصوصا عزیزانی که در لایف هستن و ما همراه هستن و پیام‌هاشون رو برای ما ارسال میکنن. همراه عزیزمون گفتن که درود خداوند بر همه شما، مسح روح القدس با همه باشه، آمین آمین آمین. و همچنین حمید رضا گفتن که درود، درخواست دعا داشتن برای کبد و گوتر با تشکر. حتما دوست عزیز براتون در دعا خواهیم بود و همچنین درخواست شما رو هم برای تیم دعای شبکه سسن فارس ارسال خواهیم کرد. دوست عزیز دیگری هم گفتن که شکر بهر خداوند و شکر برای وجود شما عزیزان، صلح و سلامتی خداوند با شما باشد، آمین آمین. همچنین با شما دوست عزیزم. و همچنین دوست دیگه گفتن که طالقانی هست اسم آیدیشون، که درود عزیزان، البته توی ایران بهداشت روانی خیلی مشکله، امیدوارم که برنامه رو دیده باشی و بتونی استفاده کنی، چون در موردش خیلی صحبت شد که اینکه ما خودمون باید بهداشت روان خودمون رو تامین کنیم و بتونیم روان روح روان سالمی داشته باشیم. دوست عزیز دیگری هم سمیه جان گفتن که تمام گفتار و رفتار و تصمیمات ما از فکر و دل ما نشأت میگیره. هرچه فکر سالم روح ما، جسم ما و زندگی ما سالم تر باشه، متعاقبا شهر و جامعه هم سالم تر خواهد بود. طبق کلام خدا مراقب باش. چطور فکر میکنی؟ زیرا افکار تو سرچشمه زندگی توست. به به، خیلی ممنون از پیام زیبات. و همچنین دوست دیگه گفتن که هللویا، شکر خداوندم که تو عیسی مسیح طبیب اعظمی، از طریق صلیبت شفا رو جاری کردی. ای یگان ناجی، روی تو را میطلبم. خداوند عیسی مسیح عشق است و مولانا میگه هر کجا عشق آید و ساکن شود، آنچه ناممکن بود ممکن شود. سپاس از پیام بسیار بسیار زیباتون. دوست دیگه برامون نوشتن که سلامت روان یعنی تعادل بین کار و بازی، استراحت و فعالیت توانایی ساخت بهبود و روابط رو میسازه، اعتماد به نفس و عزت نفس. بله خیلی ممنون. و دوستان دیگه هم به دکتر پیسای عزیز درود فرستادن و تشکر کردن. و همچنین دوست دیگه هم گفتن که این چنین است که کلام خدا بر ما مکشوف میشه. سپاس از پیامتون. دوست عزیزمون کیان مهر گفتن که با درود به خواهران خوب، زیبا و بسیار خوش بیان، تشکر و سپاس از برنامه خوبتان که اینها همه صحبت ها به دل ما میشینه و خیلی زیاد هم. همه شما خواهران و خادمان این شبکه رو دوست دارم. شکر خداوند بر شما، جلال خداوند بر شما. ممنون از پیامتون، لطف دارید. و همچنین آنوشا جان گفتن که درود بر عزیزان برنامه خوب سیگنال، شکر برای برنامه خوبتون، سپاس از پیام پر از محبتتون. دوست عزیز دیگری هم گفتن که احساس روان یعنی احساس دوست داشته شدن، یعنی اعتماد به نفس، سلامت جسمی. دقیقا همینطوره. ممنون از پیامتون. و همچنین میری گفتن که انسان دو معلم دارد، آموزگار و روزگار. هرچه با شیرینی از اولی نیاموزی، دومی با تلخی به تو می آموزد. اولی به قیمت جانش بر روی صلیب، دومی به قیمت جانت گر آن را ندید. سپاس از پیامتون. دوست عزیز دیگری هم گفتن که ورزش میتونه تاثیر مثبتی بر افسردگی و استراب داشته باشه و تسکین باشه. ورزش تاثیر مثبت زیادی میتونه بر افسردگی، استرس و استراب ما داشته باشه و حافظه را بهبود میبخشه و روحیه کلی ما رو تقویت میکنه. ما باید برای روان سالم باید محتاط باشیم که به درجه طلاق عاطفی نرسیم. حفظ سلامت بدن یک وظیفه است. در غیر این صورت قادر نخواهیم بود ذهن خود را قوی و شفاف نگه داریم. به به، خیلی ممنون از پیامتون. و همچنین دوست دیگه گفتن که همونطور که اثر انگوشا با هم تفاوت دارد، افکار ما هم همینطور است. دقیقا همینطوره. دوست عزیز دیگری هم گفتن که همانطور که اثر انگشت، باز میخوام نیلو فرج، من پیام شما رو دوباره خوندم. دوست عزیز دیگری هم گفتن خنده و لبخند زدن و مهر و مهربانی بهترین نسخه بهداشت روان است. انسان نیاز به سختی داره، چون با سختی ها لذت جسمی رو میچشه. دقیقا همینطوره دوست عزیز. و همچنین دوست دیگری گفتن که خنده و لبخند زدن امروز آرزو دارم عشق باشد و یک دنیا سلامتی و امضای خدا پای آرزوهایتان، آمین. آنکه تندرستی روح دارد امید دارد و آنکه امید دارد همه چیز دارد. پیام بسیار عالی بود برای پایان برنامه‌مون. مرسی که تا این لحظه همراه ما بودین و تا هفته دیگر بدرود. ممنون که با ما همراه بودین و خیلی پیامشون زیبا و قشنگ برنامه امروزمون مورد توجهشون معلومه قرار گرفته. خیلی لطف کردین و تا برنامه دیگه بدرود.